عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادیم به تماشای برنامه اینفوگرام همونطور که وعده کرده بودیم بنا بود که بعد از پخش قسمت اول برنامه زندگی نامه آقای پرویز ثابتی از شبکه من بیاین و نکاتی رو در ارتباط با همین قسمت پخش شده خدمتتون ارائه بکنیم خب من نمیدونستم کیفیت اظهارات آقای پرویز ثابتی به چه گونه است و به چه شکلی اما بعد از اینکه یک ساعت و نیم از قسمت اول رو دیدم به این نتیجه رسیدم که لازم نکاتی رو راجع به تاریخ معاصر ارائه بکنم خدمتتون که از نگاه آقای پرویز ثابتی دور مانده بود یا شاید به گونه تحریف آمیز از لسان ایشون بیان شد از زبان ایشون بیان شد خب در فراز اول برنامه که آقای پرویز ثابتی اشاره‌ای دارن به ساختار فرهنگی و خانوادگیشون این که از چه خواستگاهی برآمدند، اهل کجا بودند، اقوامشون دسته ای بهایی مذهب بودند، گروه دیگری مسلمان بودند به همین دلیل در سنین نوجوانی آقای ثابتی تصمیم میگیره که لا مذهب باشه یعنی مذهب خاصی رو انتخاب نکنه برای خودش و در زمانی هم که ایشون به سنین جوانی میرسه با توجه به اون زاویه دیدی که نسبت به موضوعات و مسائل داشته اون تعریفی که عموم جامعه یا عامه از خداوند ارائه میکردن با اقلانیت ایشون و عقاید ایشون سازگاری و سنخیتی نداشته به همین دلیل خدا باور به معنایی که عامه مردم خدا رو میپرستند ایشون نیست و شاید از این تعبیر بشه آقای پرویز ثابتی رو یک لایک خطاب کرد اما ضمن همه اون نکاتی که مربوط به دوره نوجوانیشون و آغاز جوانیشون هست ایشون اشاراتی دارن میرسیم به سال سی و, دو. و اصلا برنامه من در واقع از اظهارات ایشون در ارتباط با سال سی و دو و دکتر مصدق آغاز میشه ایشون عنوان میکنه که کلاس 11 دبیرستان بوده یعنی حدودا 16-17 سال داشت که 28 مرداد 32 رقم میخوره در ابتدایشون به شدت طرفدار مصدق بودن اصولا اون سیاست ملی شدن صنعت نفت مورد قبول و وسوق ایشون به عنوان یک نوجوانی که اهل مطالعه است اهل روزنامه خانی شخصیت های بین المللی رو به اسم میشناسه و علاقمند به فعالیت سیاسی است خب این اقداماتی که دکتر مصدق انجام میده بسیار مورد تایید فردی مثل پرویز ثابتی بوده اما ایشون عنوان میکنه که پس از مدتی که متوجه میشه دکتر مصدق آمده بوده و به دنبال انتقامگیری از حکومت پهلوی بوده و دلیلش رو هم این عنوان میکنن که چون ایشون از خاندان قاجار بوده و رضاشاه پهلوی سلسله قاجاریه رو سرنگون میکنه در سال سیودو به دنبال احیا کردن اون سلسله قدیمی و کهن برمیاد آقای دکتر مصدق و به همین دلیل هم شاه رو از ایران بیرون میکنه تا بتونه قدرت مرکزی رو در اختیار بگیره و پرویز ثابتی میگه از اون دوره به بعد که من متوجه افکار و عقاید آقای مصدق شدم دیگه یه مقدار فاصله گرفتم و مثل سابق جزء سمپات‌های به شمار نمیرفتم که این اصلا یک دروغ محضه یعنی اشاراتی که آقای پرویز ثابتی به عقاید دکتر مصدق میکنه در این ارتباط هیچ مبنای تاریخی و حقیقی رو نداره نه اینکه فکر کنید من دارم از مصدق دفاع میکنم مصدق نقاط روشن و نقاط تاریک در دوره فعالیت سیاسیش کم نداره اما اینکه دکتر مصدق به دنبال انتقام گیری از حکومت پهلوی بوده و شرایط رو در مرداد 32 محیا دیده که بتونه این انتقام رو صورت ببخشه این اصلا هیچ مبنای اقلانی هم نداره چرا؟ چون اولا دکتر مصدق یک ریشه خانوادگی داره و اگر ایشون تمایلی نداشت که در حکومت پهلوی فعالیت سیاسی خودش رو ادامه بده که نه تنها خودش که فرزندان خودش و اقوام درجه یکی خودش رو هم اجازه نمیداد که در قالب نخست وزیر و نمیدونم وزیر و وکیل بخوان فعالیت بکنن ضمن که خودش هم این کارو نمیکرد چون حکومت پهلوی رو به رسمیت نمیشناخت مثل این میمونه که مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه تایید صلاحیت هم بشه بعد رئیس جمهور ایران بشه بعد به دنبال انتقام گیری باشه برای اینکه بخواد حکومت پدرش رو دوباره بیاد احیا بکنه این اصلا مبنایی نداره نکته دیگر چیه؟ نکته دیگر اینه که اصلا آقای مصدق به شاه نگفت که بعد از ایران خارج بشه شاه هم از مصدق هیچ گونه نظرخواهی و مشورتی رو نگرفته بود برای اینکه از ایران خارج بشه تصمیمی بود که شخصا میگیره از ایران به مقصد بغداد در اصل سفر میکنه آقای دکتر فاطمی که وزیر خارجه مصدق بوده میاد در خیابان به نوعی شروع میکنه به اظهار نظر کردن بیانی خواندن دشنام دادن و حتی تهمت زدن به پادشاه و البته دستور اکید میده که سفارت ایران در بغداد به هیچ عنوان پذیرای پادشاه ایران نباشه آمریکایی‌ها وارد مذاکره میشن با دکتر مصدق و میگن که آقا اگر شما قرار هست که بیاید حکومت فعلی رو تغییر بدید و یک سلسله جدید یا یک ساختار سیاسی نوینی رو با محوریت خودتون ترتیب بدید آقا ما از حمایت شما دست برخواهیم داشت مصدقم میگه اصلا آقا من دو به دنبال تاسیس حکومت و به دست گرفتن قدرت نیستم ضمنا درخواست میکنم که شاهنشاه هر چه سریعتر به ایران برگرده و این رو در قالب یک اعلامیه بیان میکنه خب چگونه است که مصدق اگر به دنبال اخراج شاه از ایران و یا نهایتا تغییر حکومت بود که از اون فرصت و اون فرج بهتر و مهیاتر دیگه چی؟ چه زمانی رو میخواست انتخاب بکنه؟ و اکیدن ایشون میگه که باید شاهنشاه به ایران برگردم و من به هیچ عنوان قصد تغییر و حکومت رو ندارم پس این حرفی که آقای پرویز ثابتی تا اینجا داره میزنه که هیچ اوکی رو هواست در ادامه ایشون خب حال صحبت رو میبره باز به زندگی شخصیش مبنی بر اینکه در بین چند شغل دچار سردرگمی شده بود و نهایتا حالا با توسل،, توسل به دوستان و روابطی که داشته وارد ساواک میشه و از اونجایی که علاقه من به فعالیت سیاسی بوده فکر میکنه که حال کار در ساواک میتونه او رو به خواسته درونی و ذهنی که داره نزدیک در بکنه در زمانی که آقای پرویز ثابتی به استخدام ساواک در میاد رئیس ساواک آقای تیمور بختیار بوده تیمور بختیار یک خیشاوندی دور و درازی رو با دکتر شاپور بختیار داشت و به حال اینها هم از جانب یک ایل بودن و تیمور بختیار به گفته ای باز آقای پرویز ثابتی که من اینجا به شما با سند و مدرک طبق گفته های خود آقای ثابتی میگم که اظهار نظری که راجع به تیمور بختیار میکنه درست نیست ایشون میگه که تیمور بختیار فارغ از اینکه در سالهای بعد به به مخالفت با حکومت پهلوی برمی میانگیزه و نمیدونم مخالفت با شاه رو سرلوحه اقدامات خودش قرار میده اما در اون دوره ای که ایشون رئیس ساواک بود فرد بسیار, بسیار بسیار وطن پرستی بود بسیار آدم میهن دوستی بود و از این منظر جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست حالا من با استناد باز به صحبت خود آقای ثابتی میگم که تیمور بختیار نه تنها آدم وطن پرستی نبوده که بسیار آدم منفعتگرایی گرایی بوده و منافع خودش رو ارجع حتی به امنیت و اعتبار ملی ایران میدونسته چرا؟ در فرازی میگه که درسته که تیمور بختیار آدم وطن پرستی و چنین و چنانه ولی برحال ایشون همسر خیلی خوبی هم داشتن خانواده خوبی هم داشتن اما از زن ایسی یک سرهنگ یمنی خوشش میاد او رو وادار میکنه مجبور میکنه به اینکه از شوهرش جدا بشه و بعد این خانم رو به عقد خودش در میاره اما در ادامه صحبتهاش هیچ اشاره ای نمی کنه به اینکه تیمور بختیار چگونه پوران شاپوری خواننده خوب کشورمون رو مجبور میکنه که باش همسفر بشه در یکی دو سفری که به اروپا داره وعده هایی که به پوران شاپوری میده مبنی بر این که تو ملکه ای ایران خواهی شد ارتباط اجباری که با پوران ایشون داره و باعث میشه که پوران از عباس شاپوری از آهنگسازان قدیمی کشورمون جدا بشه و این دلخوری و این میتونم بگم که خیانتی که توسط پوران صورت میگیره یا البته باید بگم که این خیانت که چرس کنم این جبری که از جانب تیمور بختیار نسبت به خانم پوران شکل میگیره که باعث میشه که از عباس شاپوری هم جدا بشه و در به ارتباط با آقای تیمور بختیار ورود پیدا بکنه کار به جایی میرسیدونه که حتی پوران در لحظات پایانی عمرش که در تهران و در بیمارستان بستری بود عباس شاپوری رو بخواد و عباس شاپوری به سر بالین او میره در بیمارستان او ازش حلالیت میطلبه و بهش میگه که در تمام طول این سالهای اخیری که من یکی دو همسر رو هم برگزیدم ولی همواره نام خانوادگی تو رو برای خودم انتخاب کردم و از همسرانم هم, خواستن که اجازه بدن با همین نام خانوادگی شاپوری شناخته بشه که حالا بماند که آقای شاهروخ نادری مسبب این دیدار میشن و البته اتفاقاتی که رخ میده و اشکی که از دیدگان عباس شاپوری سرازیر میشه و این آخرین دیدار پوران و عباس شاپوری بوده خب چنین فردی با این وقاحت و این میزان از درندگی و دریدگی منظورم تیمور بختیاره جای دفاع نداره شما از چی این حیولا دارید دفاع میکنید که آدم وطن پرستیه خیلی مبنای وطن پرستیه بعد اوکی در ادامه ایشون میگه که زمانی که شاه تصمیم میگیره تیمور بختیار رو از ریاست ساواک برداره بختیار بر این گمان بوده که خب دیگه بعد از ریاست ساواک در اصل ریاست ساواک معاونت نخست وزیری به حساب می اومده جایگاه بعدی که قرار هستش که شاه به بختیار بده اینه که او رو نخست وزیر بکنه و زمانی که تیمور بختیار متوجه میشه که شاه چنین قصدی رو نداره و اینها و به نوعی میخواد او رو کنار بگذاره شروع میکنه به اقدام سیاسی علیه شاه و البته این رو ایشون اشاره نمیکنه ولی در سالهای بعد فعالیت سیاسیش تیمور بختیار با آقای خمینی دیدار میکنه با اکثر غریب به اتفاق مخالفین سرسخت شاه وارد مذاکره میشه و سعی میکنه که اینها رو کنار خودش قرار بده و به پشتیبانی این قدرت ها علیه شاه دست به یک کودتا بزنه که البته اون کودتا موفق نیست خب کسی که به بابت اینکه حکم نخست وزیری از شاه نگرفته میاد امنیت یک مملکت رو با مخاطر مواجه میکنه طرح کودتا علیه حکومت مرکزی میریزه این کجاش وطن پرسته اینم اونم ایرانی که تازه اون موقع از بزنگاه جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده بود داره سعی میکنه که قدرت مرکزی خودش رو سامان ببخشه مرزهای خودش رو ایمن بکنه و در چنین شرایط این آدم داره طرح کودتا میریزه خب این آدم آدم وطن پرستیه پس اینم یه نکته نکته بعدی از همکاری که آقای فردوست با پرویز ثابتی داشته و ایشون میگه که خب آقای فردوست آدمی بود با ویژگی ها و شاخصه های خاص خودش که البته یک سامان بخشی هم به فعالیت های ساواک داد یک نظم و ترتیب و انضباطی هم بخشید به فعالیت ها و به نوعی با هر چند که سعی میکنه ویژگی های مثبت و منفی فردوست رو در کنار هم قرار بده او رو آدم موفقی در دوران مسئولیتش به عنوان قای مقام ساواک میدونه اینجا باز یه سوالی مطرحه که در یعنی در از سوال که چه ارز کنم نکته است در میان صحبت آقای پرویز ثابتی ایشون میگن که وقتی که ایران میخواست سازمان امنیت رو تشکیل بده اولا که با پیشنهاد آمریکایی ها این اتفاق افتاد یعنی آمریکا پیشنهاد دادن که بهتر یک تشکیلات امنیتی در ایران احداث بشه ایجاد بشه که طی همکاری هم که همکاری های چند جانبه هم که ما خواهیم داشت بتونیم بسیاری از اتفاقات رو مدیریت بکنیم و احیانا تهدیدها رو خونسا بکنیم تمام تشکیلات چارت بندی، ساختار اداری ساواک رو آمریکایی ها در اصل ایجاد میکنن یعنی ها میگن باید چند تا اداره کل داشته باشید از چه ساختاری برخوردار باشید تشکیلاتتون به چه شکل اداره بشه خب از همین منظر اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم وقتی یه کشور دیگری میاد چارچوب و ساختار امنیتی کشور شما رو میسازه آیا احتمال اینکه همون کشور بیاد علیه شما اقدامات سیاسی امنیتی انجام بده رسوخ بکنه نفوذ بکنه به دستگاه امنیت شما وجود نداره اینکه بتونه دستگاه امنیت شما رو دور بزنه و طراحی انواع اقسام کودتاها یا دگرگونی‌های سیاسی رو رقم بزنه امکان پذیر نیست وقت چه ساختاریه که سیستم امنیتیش روی کشور دیگه داره سامان میبخشه و نظم و انضباط میده تشکیلاتش رو ایجاد میکنه و هر حتما حتما مدیرانش و پرسنلش هم تحت تعلیم نیروهای موساد و به هر حال سی آمریکا قرار داشته بنابراین این افتخاری نیست و تمام این خلل و فرجی که در سالهای بعد در ساواک شکل میگیرن به واسطه همین نفوس هاست به واسطه همین که دو دستی مملکت در اختیار آمریکایی ها بوده و اونها داشتن مهمترین نهادهای در اون حکومتی ما رو حتی به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی به نوعی سامان میدادن میم جلوتر اشاره میشه به اینکه خب فعالیت های صورت میگیره آقای طالقانی به اتفاق آقای مهندس بازرگان و دوستانشون اینها دستگیر میشن و البته ایشون عنوان میکنه که اینها نهزت آزادی بودن و چنینو چنانکه که اصلا نهزت آزادی اون موقع هنوز شکل نگرفته بود اینها گروهی از جبهه ملی بودن که منفک شده بودن و سعی میکردن در کنار تمسک به باورهای ملی و ارزشهای میهنیشون باورهای مذهبیشون رو هم برد بکنن تا بتونن جذب بیشتری و مخاطب بیشتری رو کنار خودشون داشته باشن ایشون میگه که بله آقای طالقانی دستگیر شده بود به زندان افتاده بود تیمسار پاکروان که در اصل بعد از تیمور بختیار رئیس ساواک شده بود ایشون یک روز میاد به پرویز ثابتی میگه که شما آقای طالقانی رو آزاد بکنید پرویز ثابتی نمیپذیره خنددار نیست رئیس ساواک میاد به کارمندش که اون موقع البته این رو هم بهتون بگم پرویز ثابتی سال مثلا 39 و 40 و 41 با پرویز ثابتی سال 51 و 52 خیلی فرق میکنه ها اصلا جایگاهی که پرویز ثابتی در دهه پایانی حکومت پهلوی داره با آن چیزی که داره در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل به عنوان یک کارمند میانپایه اداری تجربه میکنه کاملا متفاوته اما او این تفاوت رو گویی در نظر نگرفته در اظهارات خودش میاد چیکار میکنه ایشون در صحبتاشون شب گذشته اعلام میکنن که بله آقای پاکروان رئیس ساواک گفتن که آقای ثابتی آقای طالقانی رو آزاد بکنید من قبول نکردم گفتم شما این آخوندا رو نمیشناسید اینها اهل تقیان که البته عبارتی که آقای ثابتی هم استفاده میکنه نشون میده که ایشون هم آخوندها رو خوب نمیشناسه میگه که اجازه بدید این فعلا بمونه بازداشت بمونه و اینها شرایط شرایطیه که اینها اگر آزاد بشن ممکنه دردسر درست بکنن پاک روان میگه که آقای طالقانی رو بفرستید دفتر من من باهاش صحبت کنم طالقانی رو میفرستن اونجا ظاهرا رئیس ساواک آقای پاک روان قول میگیره که آقای طالقانی شما بالای منبر نرو و سخنرانی نکن فعلا حداقل تو این بازی که ما آزادت میکنیم این کارو نکن طالقانی هم قول میده ظاهرا زمانی که آقای طالقانی رو آزاد میکنن دهه محرم بوده ایشون به مسجدی میره برای برپاداری مراسم عزاداری سخنران ایشون رو میشناسه بعد از اینکه صحبتاش به پایان میرسه میگه که ما از حضرت آیت الله طالقانی خواهش میکنیم که ایشون هم بیان بالای منبر چند دقیقه رو سخنرانی بکنه طالقانی میگه که آقا من با توجه به قولی که به رئیس ساواک دادم نمیتونم بیام بالای منبر بشینم سخنرانی کنم میکروفون بدید من این پایین میگیرم میشینم سخنرانی میکنم آی پرویز ثابتی به این تقیه نمیگن به این توریه میگن تقیه که شما در برنامه عنوان کردید که آره این آخوندها یا این شیعه به قول معروف شیعیان اهل تقیه هستن نه تقیه اصلا معنیش متفاوته داستان دیگه ای داره این طوری است یعنی آن چیزی که من به زبان میارم با نیت درونی و دلی خودم متفاوته شاهد مثالش هم همین چیزیست که خود آقای ثابتی میگه یعنی آیت الله طالاقانی گفته آقا من قول دادم بالای منبر نشینم سخنرانی نکنم دیگه نگفتم این پایینم سخنرانی نمیکنم که این رو بهش میگن توریه تقیه یعنی چی تقیه یعنی این که آقا من مثلا به حکومت پهلوی باور ندارم ولی از ترس جانم مالم ناموسم و از اونجایی که خیلی در معرض خطر قرار دارم میگم که آقا من به حکومت پهلوی عقیده دارم این رو بهش میگن تقیه ولی آنچه که اتفاق افتاد همونطور که شهر دادم اون طوری است اون تقیه نیست خب سوال اول و اساسی اینه که رئیس ساواک میاد به کارمند زیر دستش درخواست میکنه که آقا لطفا مثلا آقای طالقانی رو آزاد بکنید و بعد اون کارمند زیر دست قوای تصمیم گیری در این حد داره که بگه که آقا نه آزادش نکنید ایشون بارها وقتی که میخواد از جانب مقامات بالاتر عالی رتبه تری که از ایشون درخواستی رو داشتن یا دستوری رو دادن حتی در مواردی صحبت بکنه میگه از من خواهش کردن آقا شما چیکاره این مملکت بودی که نخست وزیر و رئیس ساواک بیان از تو خواهش بکنه نهایتا این که میگه بله این اتفاق به این صورت افتاد در ادامه ماجرای فیزیه رو خیلی سربسته بود به قول معروف در پرده ای از ابهام بیان میکنه آقای خمینی بعد از ماجرای درگذشت آیت الله بروجردی جز روحانیونی بوده که خب ضمن قولی که به بروجردی داده بوده که در زمان حیات بروجردیشون ایشون سخنرانی سیاسی نکنه بعد از درگذشت آقای بروجردی فضا رو برای خودش مهیا و باز میبینه که بیاد حرفهای سیاسی خودش دقدقه های سیاسی خودش رو در سخنرانی ها مطرح بکنه بیان بکنه از اونجایی که مرگ آیت الله بروجردی تقریبا همزمان میشه با اصلاحات سیاسی که شاه تدارک میبینه و اون انقلاب سفید شاه نهایتا از دل همه این تحولات و دگرگونی ها بیرون میزنه آقای خمینی نسبت به چند موضوع میاد شروع میکنه به انتقاد کردن از حکومت یکی از اونها کاپیتالوسیون هست دیگری حق رأی بانوان هست و اینکه نماینده ها میتونن به کتبی به جز قرآن هم قسم بخورن اینها مبانی است که آقای خمینی شروع میکنه بر اساس اونها سخنرانی های انتقادی کردن گفته میشه که یعنی خود آقای ثابتی میگه که به حال ایشون دستگیر شد اون قضیه فیصله پیدا کرد ولی توضیح نمیده که با چه کیفیتی این اتفاق افتاد ببینید دوستان در ماجرای فیزیه یک تعدادی از روحانیون و مذهبیونی که در فضای فیزیه حضور داشتن از پشت بام ها به پایین پرت شدن توسط نیروهای فرمانداری نظامی قوم و نیروهای امنیتی این بر کسی پوشیده نیست این اقدام هم اقدام انسانی و درستی نیست شما وقتی که یک منتقدی رو یک معترضی رو میگیری یک مخالفی رو میگیری اصل بر اینه که بری محاکمش کنی نتیجه محاکمه اعدام بود زندان بود هر چه که بود اون موقع مبنای قانونی پیدا میکنه ولی اینکه شما نفراتی رو از پشت بام پرت بکنی پایین خب این به نظر میرسه که یک مجازات بسیار بدوی و متحجرانه است تا جایی که آقای اسدالله اعلم خودش رسما در کتاب خاطراتش عنوان میکنه میگه آقا این فکر میکنم این, این بخش از خاطراتش مربوط به حدود سال 53 و 54 باشه که میگه از اون سال تا الان که حدود مثلا ده دوازده سال گذشته بوده میگه ما هر ماه داریم به خانواده این افرادی که در ماجرای فیزی کشته شدن حقوق ماهانه میدیم حالا بسته های قضایی میدیم و اینها ساپورتشون میکنیم و بعد اشاره میکنه خب در اون دوره آقای اوویسی فرماندار نظامی قوم بودن و بسیار هم شدید عمل کردن الان میگه هرچند که به حال اقدام اویسی رو تایید میکنه در سرکوب کردن اون اعتراضات ولی میگه به یه مقدار زیاده روی هم صورت گرفت که برای جبران مافات اینا اومدن و بخشی از زندگی خانواده این کشته شده ها رو به نوعی تحت پوشش قرار دادن و بهشون اغذیه بونه میدونن بنهای خاص و حقوق ماهیانه و اینها پرداخت کردن خب باز اینجا میبینیم که خیلی کجدار و مریض آقای پرویز ثابتی عبور میکنه و من متاسفم واسه اون پرسشگری که بعد از 50 سال نشسته جلوی ایشون و خیلی ریز و جزئی این سوالات رو بیان نمیکنه بله اگر شما میخواید یک شخصیت رو سفید بکنید در دیدگان مخاطبینتون اون یه بحث دیگری است ولی اگر میخواید یه بخشی از تاریخ معاصر رو روایت بکنید همه ی آن چیزی که اتفاق افتاده و رخ داده رو بعد روایت کنید وقتی تیکه های پازل جست گریخته و تک پاره قرار بگیره هیچ شمایلی رو به شما نشان نخواهد داد حالا الان میدونم دوستانی می میگن آقا شما طرفدار جمهوری اسلامی چرا چون داری مثلا از کشته شدگان فیزیه مثلا حمایت میکنه نه آقا من از کشته شدگان فیزیه حمایت نمیکنم من میگم هر چیزی بر بر باید یک مبنای قانونی داشته باشه همانطور که از اعدام های اول انقلاب هم که به صورت فله ای و کثری اتفاق میافتاد هم انتقاد میکنم از بسیاری از برخورد های ناسواب و نامبارکی که در همین سالها و ماه های اخیر صورت گرفته هم انتقاد میکنم باید همیشه سعی کنیم که منصفانه مسائل رو ببینیم خب اینم از این حالا اینجا رو در نظر بگیرید که آقای پرویز ثابتی میاد عنوان میکنه که خمینی رو دستگیر کردن و این بار در زمان نخست وزیری حسن علی منصور که حسن علی منصور ظاهرا روابط دوستانه رو با پرویز ثابتی داشته و او رو حتی برای انتخاب اعضای کابینه مثلا دعوت میکرده بیاد در ساختمان نخست وزیری که باش تشریک مساعی داشته باشه ازش کمک فکری بگیره در همین کش و ها و رفت و آمد ها عبارت خود آقای پرویز ثابتی رو میگه، میگم که عینا دروغه یعنی تردید نکنید این دروغه گفت حسن علی منصور از من خواهش کرد همین الان میتونید قهقهه بزنید حسن علی منصور از من خواهش کرد که خمینی رو آزاد کنی من گفتم که آقای نخست وزیر یعنی چی آزادش کنیم اینها امنیت مملکت رو نمیدونن با مخاطره مواجه میکنن چنین کردن چنان کردن بعد گفتش که نه من حتی با آقای پاکروان هم صحبت کردم ایشون هم نظرش با من یکی حالا با آقای خمینی هم حرف میزنیم که به حال اون فیتیله اعتراضاتش رو پایین بکشه و چنین و چنان و میگه من اشاره کردم به اینکه آقا ما طالقانی رم که آزاد کردیم این داستانا رو درست کرد برامون اصلا درست نیست بخواد این اتفاق بیفته و بعد مستند سازی که این مستند رو تهیه کرده و آقای امید خلیلی تجریشی برمیگردن تو برنامه‌ای که دقیقا یک ساعت یعنی بلا فاصله بعد از اتمام این مستند تدارک دیدن میان میگن که ببینی چقدر اینها آدم های بزرگی بودن که با وجود اون همه ناامنی هایی که مثلا امثال خمینی و که و که ایجاد کرده بودن اینها رو اعدام نکردن یا بیشترشون رو تبعید کردن و اینا اولا حکم آقای خمینی اعدام بود حکم اولیش ایشون زمانی از حکم اعدام نجات پیدا کرد که امثال شریعت مداری ها وقتی فهمیدن که خمینی در معرض اعدام قرار داره آمدن با تعدادی از مراجع اون دوره اتفاق نظر پیدا کردن ایشون رو به عنوان مرجع تقلید شیعیان برگزیدند یا مورد تایید قرار دادن تا حکم اعدام از ایشون برداشته بشه طبق قوانین یا عرف های حقوقی اون دوره ظاهرا کسی که مرجع تقلید بوده هر کار شنی هم انجام میداده محکوم به اعدام نمیشده حداقلش که این مسببی میشه برای اینکه آقای خمینی به ترکیه و سپس به عراق تبعید بشه این یه نکته نکته دیگر اینه که خب سوال اصلی و اساسی از آقای پرویز ثابتی و به نظر من نه پرویز ثابتی اونایی که دارن از پرویز ثابتی حمایت میکنن دفاع میکنن اینه مگر جدا از اینه که شما بیان میکنید آقای امیدخان خلیلی تجریشی در شبکه منو تو شما عنوان میکنید که آقای پرویز ثابتی فرد وطن پرستیه خب از کجا دلیل رو میخوام بهتون بگم دلیل استنادی ایشون اینه که یک پرچم شیر خورشید پشت سرش قرار داره و هر زمانی که نام ایران رو میبره یه حس و حال دیگه بهش دست میده و اون مستندساز ابله که در مقابلش نشسته میگه بله اصلا قدیمی ها میزان وطن پرسی و میهندوستیشون خیلی از نسل ما بهتر و بیشتر بود بله عزیزم از شماها که زیر نفوذ کجا و کجا هستید که خیلی میزان وطن پرستیشون بیشتر بوده اما وطن پرستی یک حس قریزیه این چیزی نیستش که شما بخواید به کسی تحمیلش بکنید بله هر کاری که امسال آقای پرویز ثابتی ها و ساواک انجام داد در راستای حفظ امنیت کشور بود چقدر هم واقعا در راستای حفظ امنیت کشور شما کار انجام دادید تمام گرفت و گیرایی که در ماههای پایانی منجر به انقلاب ما داشتیم به واسطه عملکرد ناسواب ساواک بود شما چی رو دارید سفید میکنید چی رو دارید سفید میکنید فقط کافیه من قسمت های بعدی برنامه آقای پرویز ثابتی رو ببینم تا اسناد و نامه هایی که در ارتباط با نحوه شکنجه مجرمان یا محکومان سیاسی است رو خدمتتون عرض بکنم طرف رو بردن شکنجش کردن به تعبیر اینها آدم مهمی بوده دیدن که کوتا نمیاد به نوعی نمیبره زیر شکنجه همسرش رو اووردن برهنه کردن سر و ته از تاق آویزون کردن به شنیترین شکل ممکن همسرش رو مورد آزار قرار دادن تا ایشون شکسته بشه و وقتی که میبینن که خب این آدم اصلا ظاهرا تو باغ نیست یعنی هر کاری دارن باهاش میکنن با زن و بچهش میکنن این اصلا میگه آقا من در جریان نیستم من اصلا نمیدونم چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده تازه اونجا نامه میزنن میگن با توجه به اینکه و حتی با جزئیات شکنجه رو شهر میدن نامه ها موجوده در کتاب تاریخ پیدایش ساواک هست من اصلا میارم براتون از روی نامه میخونم فقط منتظرم ببینم در قسمت های بعدی که امشب و فردا شب و پس فردا شب هست ایشون در ارتباط با ادامه فعالیت در قالب حفظ امنیتی کشور چگونه صحبت میکنن که بر مبنای اون من بیام نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم و اینکه ایشون اسم ایرانو میاره یه حالی میشه یه جوری میشه یه فرمی میشه آیا اینکه شما یه پرشم شیر و خورشید کنارت باشه و اسم ایران رو میاری مثلا بغض کنی یعنی تو آدم وطن پرستی هستی پس من شما رو ارجا میدم به آقای حسین کیهان فردی که در دوران پهلوی در دورانی که حکومت پهلوی مستقر بود ایشون جاسوس ساواک در حزب توده بودن چون که حال هم پدرشون از اعضای حزب توده بود هم ایشون در دوره راننده رهبران حزب توده بوده بعد از انقلاب نزدیک میشن به خاندان سلطنت خاندان پهلوی با سرکار خانم فرای پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی روابط بسیار دوستانه و نزدیکی داشتن تا سال 98 هموارم شما آقای حسین کیهان رو در کنار پرچم شیر و خورشید و نمیدونم علائم آریایی و علاقمندی وافرشون به وطن میدید سال 98 یک بزرگ داشتی براشون برگزار میشه سرکار خانم فرح هم یک نامه ای رو در تقدیر از زحمات ایشون ارسال میکنند تا اینکه ایشون فکر میکنم سال 99 از دنیا میره شیش ماه بعد از مرگش یه فیلمی منتشر میشه که آقای حسین کیان در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایستاده میگه که آقا به نظر من در حال حاضر و در شرایط فعلی که من دارم رسد میکنم جمهوری اسلامی بهترین ساختار سیاسی موجود برای حفظ امنیت و یکپارچگی کشوره و بعد ارادتش رو نسبت به رهبران انقلاب هم نشان میده و بعد مشخص میشه که ایشون نه تنها در دوره پهلوی جاسوس ساواک در حزب توده بوده در دوران بعد هم جاسوس حکومت بعدی در خانواده پهلوی بوده نفوذ به واسطه همین میزان سطحیگری ها در اپوزیسیون جای گرفته آقا طرف پرچم شیر خورشید گذاشته پس آدم وطن پرستیه پس دهنتون رو ببندید خفشی دیگه هیچ حق نداره علیه حرف بزنه آقا وقتی نام ایران میاد بغض میکنه حقا هم بغض میکرد حقا هم پرچم شیر خورشید کنار دستش میذاشت حقا هم با شاهزاده رضا پهلوی عکس یادگاری گرفته بود حقا رو که میشناسین همونی که 800 روز همه رو مچل خودش کرد که آقا من میخوام 800 روز دیگه برم ایران و نمیدونم چنین کنم و چنان کنم و بعد تبدیل شد به مزحکه سازمان صدا و سیما که تو هر برنامه گفتن آقا ما منتظریم و بیاییم فرودگاه کی به بمی... هواپیمات کی میرسه معلوم ما گرفتار این حخاها خواهیم شد تا زمانی که به این میزان سطحی نگری داریم وقایع تاریخی و سیاسیمون رو میکنیم خودم رو هم میگم منو به کسی بر نخوره بگن آقا شما چرا میگید ما سطحی هستیم نه شما همتون عمیقید من سطحیم و بعد آقای منو تو شما مگه مستند درست نکردی مستندتون پنج قسمت مگر نیست خب مگر بنا نیستش که مستند خودش خودش رو توضیح بده یعنی شما شون به گفته خودتون 16 ساعت با پرویز ثابتی مصاحبه کردین که آقای ثابتی خودش و زندگیش و افکارش رو بیاد شرح بده درست یا غلط خوب یا بد دیگه یک ساعت دوباره برنامه بسازی که بیای پرویز ثابتی رو واسه مردم توضیح بدی دلیلش چیه هدف شما از پاکسازی پرویز ثابتی چیه میخواید بگید که آقا صفر تا صد حکومت پهلوی پاکی و نیکی و درستی بوده نه آقا نبوده بالا بری نبوده پایین بیای نبوده ساواک جنایت نکرده چرا کرده شکنجه نکرده چرا کرده و آقای پ... و در ادامه آره آقای پرویز ثابتی اگر هم اقداماتی انجام شده در راستای حفظ امنیت مملکت بوده و باز هم اینها هم نشانه ای از میهن خب اگر شما بخواید با این نوع دیدگاه مسائل رو رصد بکنید که هر آدمی هر جنایتی کرده باشه به اسم اینکه مثلا در راستای حفظ منافع و یک پارچگی وطن و نمیدونم امنیت باشه آقای فلاحیان وزیر وقت وزارت اطلاعات هم میتونه بیاد بگه که ما هر کاری کردیم هر کی رو زدیم نزدیم کشتیم بردیم خوردیم اینا همشون بر مبنای تأمین امنیت کشور بوده آقای سعید امامی رو هم شما از تو گور بیرون بگی آقا چرا قتلای زنجیره‌ای رو انجام دادی چرا امثال فروهرها رو کشتی چرا نمیدونم فلان نویسنده روشن فکر رو کشتی اینو بردی اونو خوردی میگه که آقا ما در راستای حفظ امنیت کشورمون این کارو کردیم برای حفظ امنیت کشورمون این کارو کردیم ما اینها رو تهدید امنیت ملی میدیدیم شما فکر کردید مثلا یا اونایی که همه الان مثلا تو ماج صالحی رو بردن اون یکی رو آوردن و اینا شما از اینا بپرسید فکر میکنید اینا میگن که آقا ما مثلا یک جماعت خونخاری هستیم که دلمون میخواد یکی رو شکنجه بکنه میگن نه میگن آقا در نگاه ما این آدم ها مخل امنیت هستند و آدم های مخل امنیت از دیدگاه ما باید حبس بشن حصر بشن مجازات بشن شلاق بخورن یا هزار یک جور بلای دیگه سرشون بیاد آخه این چه توجیه مسخره که شما رو انداخته شما به دنبال تحریف تاریخ هستین اجازه بدید من در برنامه های بعدی میگم که چه بلایی رو پرویز ثابتی فقط سر شاه آورد همین آقای پرویز ثابتی در دورانی که ایشون دیگه به یک قدرتی تبدیل شده بود در سازمان امنیت و حتی امکان حضور در دربار شاهنشاهی هم داشت فعلا تا همینجا اجازه بدید متوقف شید من آدمی هستم که میگم آقا تاریخ رو اونگونه که اتفاق افتاده شهر بده نقاط مثبتش رو شهر بده نقاط منفیش رو شهر بده درستی رو بگو نادرستی رو بگو مثلا در بخشی از صحبتاش آقای ثابتی میگه که شاه اصلا ایشون رو اقدهی خطاب کرده بود میگه چرا شما به قول معروف مسائل خوب و درستی که در این مملکت اتفاق افتاده رو پوشش نمیدین فقط دارید ایبو ایرادا رو میگی. میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نه شاه میدونه سازمان امنیت برای چی خوبه، نه سازمان امنیت اون گونه که باید و شاید داره مباحث رو دنبال میکنه. بلهش کدوم آدمیه که از تعریف و تمجید بدش بود شاه میگه شما چرا تعریف تمجید از من نمیکنید یعنی شما هیچ کدوم از این مباحث رو نمیبینید اتفاقات مثبت رو شما ندیدین ساواک صرفا فعالیتش محدود و محصور به نه تنها ساواک همه نهادهای امنیتی نهادهای امنیتی باید نقاط قوت و ضعف رو با هم در نظر بگیرن و بعد بیان مقایسه بکنن اونجو از دل اون مقایسه هستش که میتونن تدابیر لازم رو برای حفظ امنیت بچینن وقتی شما فقط میای نکات منفی رو به شخص اول مملکت ارائه میکنی یعنی داری بهش القا میکنی که آقا نقطه مثبتی وجود نداره و از قضا ساواک داشت مخصوصا این کار رو میکرد چون اونها به لحاظ شخصیتی شاه رو تجزیه تحلیل کرده بودن اونها میخواستن شاه رو سرخورده بکنن و این دستوری بود که از سامانه های امنیتی خارجی گرفته بودن شاه یک فردی بود که بسیار مغرور بود در دوره بسیار متفرعن شده بود خود بزرگ شده بود و در کنار همه این ویژگی ها و شاخصه هایی که ما از شاه داریم آدمی بود که خیلی سریع می شکست خیلی سریع فرو میریخت. یعنی با اولین انتقادی که نسبت بهش می شد اعتماد به نفسش رو از دست میداد، قدرت تصمیم گیریش رو از دست میداد. و ساواک این رو میدونست. و به همین دلیل بود که نوع روایتی که از مسائل به شاه عرضه می کردن فقط مباحث منتقدانه بود میخواستن شاه رو پایین نگه دارن و در ادامه و در ادامه صحبت های آقای پرویز ثابتی حتما به این نکات خواهیم رسید بیش از این وقتتون رو نمیگیرم امیدوارم که بهترین ها پیش نگاه شما قرار بگیره اگر این برنامه رو دوست داشتین حتما ازش حمایت بکنید لایک و کامنت یادتون نره سابسکرایب و زدن اون زنگوله میتونه به شما کمک بکنه که از تولید برنامه های جدیدتر مطلع بشین و عزیزانی هم که خارج از ایران هستن و مایلن دونیت بکنن حمایت مالی داشته باشن از طریق گزینه سوپر کارو این کار رو میتونن انجام بدن همتون رو به خدای بزرگ میسپارم به امید دیدار